سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و عقیده و در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنید دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد انواع زانو درد صحبت کنم خدمت شما زانو درد هایی که سالهای سال خوب نشده حتی کسانی که تصمیم گرفتن به تعویض مفصل هم قبل از هر گونه اقدام تهاجمی این ویدیو رو ببینید چون خیلی ها با این روش زانو دردشون خوب شده آرتروزشون درمان شده و حتی افراد بالای 60 سال هم بنده تجربه درمانشون رو داشتم در بحث زانو درد در بحث آرتروز های شدید و روماتیسم ده دقیقه با من همراه باشید در این ویدیو و من علت ها و درمان زانو درد و خدمت شما میگم مطمئن باشین که آخر ویدیو لایک و کامنت به من خواهید داد خب از میریم سراغ انواع زانو درد بعضی وقت زانو درد در اثر خشکی مفصل ایجاد شده که حتی ممکنه در سنین پایین هم باشه یعنی افراد سنین بالا هم نباشن ولی زانو خوش شده و فرد موقعی که مفصلش رو باز و بسته میکنه راه میره احساس میکنه که زانوش یک صدایی میده و یک خشکی خودش حس میکنه که در مفصلش وجود داره که این قابل درمان هست و من خدمت شما روششون میگم گاهی وقت هم بالعکس زانو متورم هست و احساس التهاب در مفصل داره که این موضوع هم به خاطر تجمع مایعات مفصلی یا در اصطلاح طب سنتی خلط بلغم موضوعی تجمع پیدا کرده که این هم قابل علاج هست و من در این ویدیو میخوام این دو نوع زانو درد رو درماناش خدمت شما بگم و اینها یه مقداری با هم متفاوت هست درمانش برای درمان آرتروز یا خشکی مفصل در طب نوین معمولا یک سری داروهای مسکن و داروهای به التحاب التهاب یا داروهای کورتونی میدن بعضی وقت نتیجه میده به صورت موقت و اگر هم نتیجه نگیرن میرن به سمت تعویض مفصل و جراحی و اینها در روش طب مکمل و طب سنتی برای آرتروز روش های بسیار موفقی رو من تجربه کردم و با برنامه های غذایی که رطوبت رو به مفصل برسونه و در واقع اون مایه بین مفصلی رو تقویت بکنه حتی غضروف سازی مجدد رو در مفصل ما بودیم با همین توصیه های ساده که میکنم خدمت شما از آن مطالبی که میگم مطالب مجرب هست بنده بیش از پنجاه هزار نفر مریض ویزیت کردم بیش از 15 سال حدود 18 سال سابقه تبابتم هست در داخل ایران خارج ایران دفترم در عمان هست میتونید تشریف بیارید و ویزیت بشید به صورت رایگان و مطالبی که در این چنل گذاشته میشه مطالب کپی از اینترنت و اینها نیست شما با خیال راحت میتونید اجرا بکنید اینقدر دستورات من ساده هست که خیلی ها باور نمیکنن مگه میشه با این روش های ساده درمان شد من خدمت شما میگم که میشه چرا که برای خیلی ها شده و درمان شدن و برای مفصل هم به شما قول میدم اگر حوصله بکنید حتی کسانی که بالای 60 سال هم سن داشتن برگشته مفصلشون به حالت نرمال و دارن الان ورزش میکنن پیاده روی میکنن و هیچ مشکلی هم ندارن عزیزان برای درمان آرتروز درد زانو و خشکی مفصل عواملی که خشکی رو تشدید میکنن باید حذف بکنید و کنار بگذارید اول از همه من ممنوعات رو میگم خیلی ها شاید خوششون نیاد یا مثلا بگن ای مگه میشه ما اینا رو سالها میخوردیم این مواد رو من توصیه میکنم که برای درمانتون دوره درمانی مشخص این مواد رو بذارید کنار درمان که شدید دوباره خواستید مصرف بکنید چند تا ماده غذایی هست حتما باعسی برای درمان آرتروز و درد مفصل کنار بگذارید اول از همه چای سیاه هست دوم قهوه هست سوم ماست هست ماست رو هست بفرمایید انواع ماست رو چهارم مرغ هست و پنجم ترشی چای قهوه مرغ ترشی ماست این پنج تا رو کامل کامل باید حذف بکنید اگه میخواین مفصل دردتون خوب بشه عزیزان درمان شما 50 درصدش مربوط میشه به همین پنج ممنوعی که گفتم خدمتون اینو حذف بفرمایید بعدا شروع میکنه به بازسازی پس ممنوعات ما شد این پنج تا در طول دوره درمان دوره درمان ما بین یک ماه الا چهار ماه طول میکشه بسته به شدت تخریب مفصل داره خشکی مفسر سن افراد داره ولی آثار بهبودی رو حتی از دو هفته اول به بعد هم میتونید حس بکنید پس اول از همه ترک ممنوعات از حالا چه مواد غذایی باید مصرف بکنید که از درون شروع کنه به بازسازی و مفصل شروع کنه به ترمیم ببینید ما بهترین ماده ای که میخوام برم سر اصل موضوع بهترین ماده ای که توصیه کردیم به بیماران نتیجه گرفتیم ژلاتین پای مرغ هست پای مرغ دیدین حالت ژلاتینی داره اینو بپزید اون چربی روش رو بردارید و اون ماده جلاتینش بذارید داخل یخچال ببنده صبح زور شب یه قاشق به همراه غذاتون یا خالی هر طور که میلتون بود میتونید مصرف بکنید میل کنید شما احتیاج دارید به یک مواد غذایی که این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی باشه کلسیوم باشه باشه یک سری و مواد و مسالهی که برای ساخت قضروف و مفصل نیاز هست برای ترمیم و بازسازی لازم دارید این مواد غذایی که خدمت شما گفتم به سلیقه خودتون به سلیقه آشپزتون اینا بایستی در واقع در برنامه غذایی گنجانده بشه و هر روز مصرف بشه مواد غذایی که ضروری هست در طول دوره درمان یک تا چهار ماه مصرف کنید به صورت مداوم و هر روز یکی خورما هست روزی سه تا پنج عدد دوم کدو حلوایی هست کدو حلوایی اگر در فصلی بودید که بود کدو تنبل استفاده کنید سرشار از ویتامین دی هست که با شید بپزید بعد با روغن میل بکنید روغن های سالم مثل زیتون مورد بعد بامیه هست اگر در فصلی بودید بامیه دیدید حالت ژله هم پیدا میکنه بسیار عالی هست برای مفاصل مورد بعد کنجد هست کنجد خام میتونید یه نلبکی کنجد رو به همراه 5 تا خرما شما در وعده شام میل بکنید و این تمام اون ریزم و هایی که نیاز هست رو به بدنتون میرسونه اگر حتی چربی خون ندارید میتونید یه در واقع روغن زرد یا روغن حیوانی یا روغن زیتون با این خورما مصرف بکنید برای جذب بهتر ویتامین دی نمک مصرفیتون عزیزان باید نمک طبیعی ارگانیک باشه میتونید ویدیو نمک ما رو ببینید که چه نمکی رو انتخاب بکنید که فشار خونم نگیرید و ریزم هایی هم که نیاز دارید الکترولیت هایی که نیاز دارید املاحی که نیاز دارید اونها هم به بدنتون برسه عزیزان همین دستورات ساده که خدمت شما میگم اینها تجربه شده و مریضای ما از همینا نتیجه گرفتن و هیچ عوارضی برای شما نداره دستورات من همش نچرال هست و بدون عوارض جانبیه و اینها رو شما میتونید در برنامه غذاییتون بذارید چندین و چند حسن داره یکیش مال مفصلاتون هست بقیهش برای کل استخوان ها حتی خوب هست برای اینو در دستور غذایی خودتون قرار بدین مواد رو ممنوعات هم نخورید حالا برای که درد زانوتون هم کم بشه در طول دوره درمان شما از روغن استفاده بکنید روغن های موضعی مثل روغن سیاهدانه روغن بادام تلخ روغن میخک خیلی عالیه که خودتون هم میتونید درست کنید در ویدیوی میخه که ما دستورش هم گفتم خدمتتون هم مسکن هست و هم اثرات رطوبت دهی رو ایجاد میکنن برای مفصل بسیار عالی هست شما میتونید در طول دوره درمان شب ها روغن مالی کنید یه نایلونی روش بچسبونید و تا صبح این روغن اجازه بدید که خوب جذب بشه این ویدیو رو با کامنت شما یوتیوب تشخیص میده که مفید هست این ویدیو به افراد زیادی نشون میده کامنت شما پالس محبت آمیز شما هست به ما و تشکر میکنیم که کامنت بدید اسم شهراتون هم بنویسید از کدوم قسمت این کره زیبا هستید و دارید زندگی میکنید ما خوشحالیم که این مطالب به کشورهای مختلف داره میرسه از طریق شبکه یوتیوب که جا داره واقعا تشکر کنیم از این کادرشون تیمشون زیرساختشون و ما ممنون هستیم از این پیشرفت تکنولوژی ممنون هستیم از این همه امکاناتی که برای بشریت فراهم کردن که مطالب برسه به سر تا سر دنیا و همه ازش استفاده بکنن و ممنونیم از شما که برای آگاهی خودتون وقت میذارید و این ویدیو رو میبینید من هم در قبال وقتی که شما میذارید خودم رو مسئول میدونم که این وقتتون هدر نشه و در پایان ویدیو شما حس خوبی داشته باشید نه حس اطلاف وقت متشکرم از شما بریم سراغ نوع بعد زانو درد زانو دردی که همراه ورم هست و در قسمت مفصل زانو ما التهاب و تورم رو داریم زانو دردی که حالت تورم داره و ملتهب شده ایزان روش درمانش متفاوت هست با قبلی ولی در مصرف ممنوعات مشترکه یعنی اون پنج تا ممنوع رو که گفتم خدمتون چای، قهوه، ترشی، انواع ترشیجات، مرغ ماشینی، مرغ هایی که پر اسید هست، مرغ های سفید در واقع و قهوه اینها رو بایستی در دوره درمان حذف بفرمایید و کامل حذف بکنید حالا اگر سردرد میشید یا مثلا برای حذفش میتونید روی شیب ملایم آرام آرام رنگ چای رو مثلا کم بفرمایید در طی چند روز یا یکی دو هفته این رو کامل بذارید کنار و اتفاقات خوب برای مفصل شما برای زانو درد شما بعد از حذف این ممنوعات خواهد افتاد برای این زانو درد از مواد غذایی که خیلی خوبه که استفاده بکنید و جواب بگیرید و من نتیجه خیلی خوبی هم دیدم از این مصرف این مواد یکی پودر سنجد هست سنجدی که با هستش پودر بشه هم هسته و هم در واقع خود اون گوشت و پوستش کلا پودر سنجد رو به همراه شیر بادام شما مصرف بکنید شیر بادام آب و بادام و اصل هست 15 تا بادام یه قاشق اصل یه لیوان آب تو مخلوط کن بریزید 5 دقیقه بزنه میشه شیر بعد یه قاشق هم از این پودر سنجد بریزید این رو هر شب مصرف بکنید یک لیوان شب یک لیوان صبح به همراه سعدت خورما این رو به عنوان یک معجون کمکی بسیار خوب هم برای کمخونی خوبه هم برای اعصاب خوبه حالا من نمیخوام وقت شما رو بگیرم موادی که داخل سنجت هست برای مفصل در این افراد بسیار عالی هست خوراکی بعدی که خیلی برای این عزیزان خوب هست اسپند هست اسپند یک سری تبلیغاتی هم بر علیه شده و اینها اینجوری نیست سالهای سال ما داریم استفاده میکنیم به مریضان اون توصیه میکنیم استفاده کردن نتیجه گرفتن اسپند یک درجه خشکی بالایی رو در بدن ایجاد میکنه خیلی خوبه همون چیزی که ما میخوایم رطوبت رو کم بکنیم التهاب رو کم بکنیم اسپند رو اینجوری که میگم خدمتون استفاده بفرمایید شب اول ده عدد هر شب یک دونه یک دونه بهش اضافه بکنید و مثلا شب سیوم که رسیدید شما میشه چل تا دونه اسپند قورت میدید با آب و نباید بجوید فقط قورت بدید این برای زانو درد کسانی که التهاب مفصل دارن فوق عالی هست مورد بعد برای خوردن این افراد از اینا نخود هست نخود چی نخود پخته تو رژیم غذاییشون قرار بدن نخود بخورن نخود رو بپزن یا نخود چی بخورن بسیار عالی هست یه روغن موزی هم میگم برای کسانی که التهاب مفصل دارن بسیار عالی هست روغن و نمک ترکیبی از روغن زیتون روغن های مالشی بگیرید روغن زیتون یک استکان نمک هم یک استکان بریزید و آب هم سه لیوان این ترکیب رو بذارید روی گاز اجازه بدید خوب بجوشه و هم بزنید که یک ترکیب یک نواختی بشه آبش که تبخیر شد به روغن که افتاد اون ترکیب روغن نمک رو زماد بکنید روی پاتون هر شب و این رو با مدت سه هفته این زماد رو انجام بدید نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت عزیزان تشکر میکنم از همراهی شما با ما و اگر سوالی داشتین مشاوران ما در خدمت شما هستن شماره که قرار میدن در دیسکریپشن شماره واتساپ ما هست که دوستان ما در عمان در خدمت عزیزان هستند و مشاوره میدن تا اونجایی جایی که لازم باشه به صورت غیر حضوری و اگر لازم شدن به صورت حضوری ما در خدمت شما هستیم در کشور زیبای عمان خدایا رو نگهدار